سلام علیکم دوستای گل، امید که خوب باشین، سلامت باشین. جاوید احمدزاده هستم، خوشحالم شما رو در این ویدیوی خودم. امروز هم دوم در یکی از جاهای بسیار تاریخی که قدامت تاریخیشی 330 سال قبل از میلاد است. واقعا داستان از که خواندم خیلی یک جای تاریخی، مکان تاریخی به نام قلعه اختیارالدین که در هرات موقعیت داره و این قلعه هم بسیار یک تاریخ طولانی داره که به دست خیلی کسها بدل شده. بسیار قلعه زیبا، یک قلعه مقبول دیدن. قلعه اختیارالدین میگه به خاطر اینکه کسی به نام اختیارالدین را مرمت کرده و بسیار درست بازسازی کرده و قلعه را به نام ازمو کرده. دوران چندین شاه‌ها البته قلعه نظامی بوده، خود ارگ هم اینجا بوده که تا زمانی که شاهرخ پسر تیمورلنگ اینجا بوده همین مکان به نام ارگ نامیده میشد که حال فعلا مشهور به نام قلعه اختیارالدین است که واقعا قدامت تاریخی ازی خیلی زیاد است دیگه. بسیار زیبا و بسیار مقبول. برج های بسیار بلند، بسیار مقبول و بسیار زیبا. 3, 2, 5, 7 ده تقریبا 20 متر بلندی از برج ها میاد و قدامت تاریخش هم گفتم که 330 سال قبل از میلاد. چقدر زیبا. چقدر یک منظره زیبا داره، چقدر مقبول. اینجا هم که هیچ راه دیگه وجود نداره که آدم پیش بره، مجبور از اینجا از این سراخ پس داشتم. این هم مطبخ شاهی.
به به به. واقعا یک قلعه بسیار زیبا و مقبول و کلان. برج تیموری بریم در سر برج که چی نمایی داشته باشه طرف پایین. واو بیوتیفول. البته فکر کنم جایی هست که از این جی سربازای ازی دشمن را هدف میگرفت طرف پایین بلندترین جایو سر برج قلعه هست دیگه. البته این داخل از یک سعی کنی تمام بی جای با درستی معلوم باشد. واقعا دوستا جایش بسیار مقبول جور که در بسیار از عقل آدم بیرون است که در او دوران انسان ها چقدر متمنتر از امروز بوده که با نبود هیچ امکانان 330 سال قبل از میلاد اینقدر امکانات اینا داشتن که این رقم ساختمان در این دور زمان واقعا جور کردنش خیلی سخته، بلکه فکر کنم ناممکن است. واقعا خیلی سخته در این امکاناتی کمی که افغانستان داره فکر نکنم که همچون برج را جور بتونه. البته این جایش هم بگنه که دوباره بازسازی شده، ترمیم شده. قبل از دوره کمونیستی یونسکو در سال 1975 خواستی رو ترمیم کنه که سیستم کمونیستی سرپا شد، کار از این نیمکاره مندک. دوستای گل تشکر از اینکه تا یه وقت ویدیو همراه این بودین. سلامت باشین. برم یکان جای تاریخی دیگر رو پیدا کنم که هرات واقعا خیلی جای زیاد تاریخی داره. دیگه ببینیم در کجا رسیده میتونم، وقتم هم کم است. پس بخیر برم طرف کابل جان. خدا نگهدار.